درود به همه دوستانم، امیدوارم هر جا که هستین شاد، سالم و تندرست باشید. پیشا پیش شب یلداتون مبارک. میخواییم 4 تا باور رایج اما متاسفانه غلط رو در شب یلدا با هم بررسی کنیم که متاسفانه این 4 تا باور میتونه برای سلامتی مضر باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا آخر ویدیو حتما همراه من باشید. اولین اشتباه رایج خوردن هندوانه هستش. همونطور که میدونید هندوانه یک میوه تابستانیه و قطعا در قدیم الایام استفاده از این میوه در اواسط زمستان برای ایرانیان آن زمان وجود نداشته. پس خوردن هندوانه در شب یلدا قطعا نمیتونه یک آیین باستانی باشه. ضمن اینکه طبق نظر اطبا و حکما خوردن میوه هندوانه که طبع بسیار سردی داره در شب یکی از سردترین ایام سال کاملا مردود شمرده شده. اگه اصرار بر استفاده از هندوانه دارید میتونید ابتدای شب اون استفاده کنید، اونم با مسله. یکی از بهترین مسلحات هندوانه گلپر هستش. باید ابتدای شب هندوانه رو با گلپر استفاده کنید. اشتباه رایج دوم، مصرف بیش از حد از آجیل. انواع آجیل کالری بالایی داره و مصرف بیش از حد از آجیل خدای نکرده میتونه مشکل آفرین بشه. نکته مهمی که در مورد آجیل وجود داره اینه که هیچ وقت به بهانه هزینه های پایین نرید آجیل های مانده یا کهنه رو بگیرید، چون امکان داره خدای نکرده حاوی قارچ آسپرزیلوس باشه. این قارچ آسپرزیلوس داخلش سم خطرناک و سرطانزایی به نام آفلاتوکسین داره که به مرور زمان امکان داره خدای نکرده به سرطان کبد منجر بشه. اشتباه رایج سوم، متاسفانه ما توی شب یلدا عادت داریم به قاطیپاتی خوردن و این مورد علاوه بر فاسد شدن غذا در معده باعث بروز نفخ و مشکلات گوارشی میشه. اشتباه رایج چهارم، متاسفانه ما توی شب یلدا عادت داریم میوه های اسیدی و غیر اسیدی رو با هم بخوریم. میوه های اسیدی مثل پرتقال، لیمو، کیوی یا انار هستن که متاسفانه ما این موارد رو با میوه های غیر اسیدی و شیرین با هم استفاده میکنیم، مثل سیب، موز، هندوانه. وقتی این موارد رو با هم و پشت سر هم استفاده میکنیم امکان داره فاسد بشن میوه ها در معده و مشکلات گوارشی رو در بدن ما به وجود بیاره. حالا چه میوه هایی بهتره که توی شب یلدا استفاده کنیم تا باعث ارتقای سلامتیمون بشه؟ موز، انار، گلابی، خرمالو، پرتقال، البته پرتقال شیرین، کدو حلوایی پخته، لبو پخته و انگور و سیب. یه نکته دیگه ای باید خدمتتون عرض کنم، اونم در مورد رنگ قرمزه. رنگ قرمز توی آیین ایرانیان باستان نماد آذر یا آتش بوده و میوه های قرمز رنگ به همین خاطر طرفداران زیادی دارن و مهمترین اونها اناره. انار هم رنگ قرمز داره و هم دانه های فراوان داره که نشانه برکت و فراوانیه. اما به دلیل شباهت هندوانه به انار هم از نظر رنگ و هم از نظر داشتن دانه های فراوان به تدریج این میوه هم سر سفره شب یلدا گذاشته شده. امیدوارم که با رعایت اصول تغذیه صحیح همیشه خود و خانواده محترمتان در کمال صحت و سلامت قرار بگیریم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.